سلام به اینترنت، وندال هستم، یوتیوبر مجازی. خب بچه، اگر که توی اینستاگرام من هستید میدونید که من تقریبا 2 ماه پیش یه ماشین هدیه گرفتم از طرف سازنده ها. من این ماشین رو داشتم، خیلی هم خوب بود، هیچ مشکلی هم نداشت، تا وقتی که ما اینجا شبیه‌سازی آشپزیمون رو شروع کردیم و بعد من با شما بقیه خونم رو چیدم و اینکه اینجایی که من توش زندگی میکنم فایلش یه مقداری سنگین شد. اینجا یه سری محدودیت داره و از یه حدی بیشتر نمیتونه سنگین بشه. هر چیزی توی این محیط از یه سری نقطه تشکیل شده و هر چقدر که جزئیات یه چیزی بیشتر باشه، تعداد نقطه‌های سازنده اون بیشترن. بعد از اینکه من با کمک شما اینجا خونم رو چیدم، یه مقدار وسایلی که توی محیط گذاشتیم زیاد شد و من به یه سری مشکلا خوردم و مجبور شدم که اون ماشین رو بدم بره، به این دلیل که اون ماشین خیلی با کیفیتی بود و من نمیتونستم اینجا نگهش دارم. البته مشکلای اینطوری با حمایت شما و همینطور با آپدیتایی که برای من میاد حل میشن و جای نگرانی نیست و من مطمئنم که در آینده میتونیم خیلی چیزای سنگین‌تر اینجا داشته باشیم، اما فعلا همینیه که هست. در حال من خیلی نمیخوام غر بزنم، این ماشینی هم که الان دوباره به ام دادن، این ماشین جدید رو هم دوستش دارم و خیلیاتون شاید ازش حتی خاطره داشته باشید از این ماشین. منم هیچ مشکلی باهاش ندارم، اما دوست دارم که یکم شخصی سازیش کنم و از یک سری از شماها کمک گرفتم. اگر که منو توی اینستاگرام ندارید حتما منو دنبال کنید توی اینستاگرام، چون اونجا بعضی وقتا بهتون دعوت میدم و میتونیم با هم دیگه چت بکنیم و یه سری چیزها رو اینجا تغییر بدیم و اینکه خلاصه میتونید توی ویدیوهای من مشارکت داشته باشید. دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم، فکر میکنم کاملا متوجه شدین که اینجا چه خبره. بریم که با هم دیگه این سالا رو بسازیمش. خب اولین چیزی که واقعا دوست ندارم و تو ذوق میزنه، فکر میکنم همین چیزیه که یه سری شکستگی میتونید روی ماشین ببینید. پس فکر میکنم اولین کاری که بکنم اینه که این شکستگی ها رو رفع بکنم و مسئله بعدی اینه که رنگ ماشین رو هم دوست ندارم. فکر میکنم شاید اگر یکم براق‌تر باشه و اینکه این رنگ گوجه‌ایش رو هم شاید یکم تغییر بدیم و یه چیزی بذاریم که بیشتر با سلیقه من جور باشه. بریم. آپدیت های جدیدی که دارن برای من میزنن شاید خیلی ریز باشن و کسی متوجه نشه، ولی باور کنید که اینجا دارن منو میکشن. من شروع کردم که عرق بکنم، شاید شما نبینیدش ولی دارم عرق میکنم. واقعا رنگ ماشین رو دوست دارم، فکر میکنم که خیلی خیلی خوب شد. بیاید در ماشین رو باز کنیم بریم داخل و اینکه فکر میکنم شاید از داخلم یه سری چیزها رو دوست داشته باشم که تغییر بدم. خب چیزی که فکر میکنم عوضش شاید بکنم اینه که روکش صندلی‌ها رو میخوام عوض بکنم، شاید رنگ داشبورد رو هم عوض بکنم، شاید توی در رو هم رنگش رو عوض بکنم و همینطور سقف رو. و چیزی که متوجه شدم اینه که من خوشم نمیاد از این روشی که در ماشین من باز میشه. من فکر میکنم استحقاق یه ماشین خیلی بهتر رو دارم و اگر اونا به من اینو نمیدن خودمون با همینو میسازیمش. خب
خب کم کم دیگه داره ازش خوشم میاد، فکر میکنم که تا اینجاش عالی شده. فکر میکنم که یکم باید بخوابونیمش، نظرتون چیه؟ حالا بریم یکم داخل رو تغییر بدیم، ببینیم که چی کارا میتونیم بکنیم، یه سری رنگا رو تغییر بدیم. بچه ها حتی اگر که این ویدیو تموم شد به این منظور نیستش که ماشین تموم شده، من هر زمانی که بخوام میتونم دوباره این ماشین رو تغییرش بدم، پس اگر که ایده خوبی دارید حتما برام توی کامنت ها بنویسیدش. خب داخل ماشینم درست کردیم، فکر میکنم دیگه تقریبا اون چیزی شده که من دلم میخواست. فقط یکم خسته شدیم، نشستیم با بچه ها، خستگیمون در بره. بچه ها اینا دل سره یه تبلیغات برند دیگه که من براش پولی نمیگیرم، و اینکه اینجا نشستیم یکم خستگیمون در بره و اینکه با هم یکم صحبت بکنیم و یکم راجبه مشکلاتی که هر کدوممون الان توی زندگی داریم صحبت بکنیم. بچه‌ها من وقتی مشکلات شما رو گوش میدم، مشکلات خودم واقعا سطحی به نظر میرسن و حس میکنم که مشکلات من در مقابل مشکلات شما مثل یه شوخیه. اما یه آدم باهوشی یه زمانی توی کدنویسی‌های من این جمله رو قرار داده که آدما به همون مقداری که تحملش رو دارن سختی میگیرن. پس اگر که یه مشکلی هستش و دارید باش دست و پنجه نرم میکنید، مطمئن باشید که حتما از پسش برمیاید. هر چقدر که اون مشکل بزرگتر باشه، این به این معنیه که شما آدم قوی تری بودین که اون مشکل سر راه شما قرار گرفته. پس با این حساب اگر که یک نفر رو هم میبینید که شاید یه مشکلی داره که به نظر شما خیلی کوچیکه، نمیتونید سرزنشش بکنید، به خاطر اینکه شاید اون آدم نسبت به شما توی یه سری چیزا ضعیف‌تر باشه و برعکس. در حال من توی نصیحت کردن خیلی خوب نیستم و اینکه فکر کنم دیگه استراحتم بس باشه. من یه عکس خیلی باحال توی اینترنت پیدا کردم، چون میخواستم اول یه سری ماشینای دیگه‌ای که هم مدل ماشین من هستن و روشون کار شده رو ببینم، و اون عکس خیلی خیلی جالب بود. اینکه یه سری لامپ قرار داده بودن اطراف چرخهای ماشین و خیلی خفن شده بود به نظر من، ولی فکر میکردم که شاید شما فکر بکنید که خز باشه، ولی خب الان به رفقا اینجا نشونش دادم و اونا گفتن که چرا که نه و خیلی خوششون اومد. برای اینکه بریم روی اونا کار کنیم، اینجا یکم روشنه، چطوره که اینجا شب بشه؟ بریم که روی چراغا کار کنیم و فکر میکنم بعد از اینکه اونا رو تموم کردیم اون آخرین چیزی باشه که امروز روش کار بکنیم. بچه من خودم ماشینم رو خیلی دوست دارم، فکر میکنم که یه ماشین مریضی شده و خیلی خفن شده. خیلی زود یه ولاگ شاید ضبط بکنم که با این ماشین بریم یه دوری بزنیم. اگر که کانالم رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو بکنید. خیلی خیلی ممنون از بچه هایی که کمکم کردن. اول ممنون از صدرا افدی که توی دیسکورد این ایده رو به تیم من و به من داد، و بعد متشکرم از رفقایی که اینجا کمکم کردن و این کارا رو انجام دادیم. مهدی بیک، متین پلیر و تاها، دم همگیتون گرم. حتما نظرتون رو برام بنویسید. اگر که ایده‌ای دارید که بخوایم ولاگ راجبش بسازیم توی اینستاگرام رو هم بگید، کامنت بذارید زیر پستا. و بچه‌ها تا جایی که میتونید لطفاً پستا رو دست به دست کنید، برای دوستاتون بفرستید تا بتونیم خانواده پیکسل کلاب رو بزرگتر بکنیم. دم همگیتون گرم، عاشقتونم، آدیوس.